بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون امروز شنبه 16 همه جولای 2011 و 25 تیر ماه 1390 امروز ابتدا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم ولی حتی قبل از اون ارز کنم که با سهشنبه آینده برنامه نخواهیم داشت البته عزیزان کمک کردن ولی لاقل باید شنبه رو نگه داشت و فعلا شنبه امیدوارم که کمک عزیزان به اندازه کافی برسه که برنامه سه شنبه رو هم بتونیم اجرا بکنیم ارز شود که بنابراین سه شنبه آینده هم برنامه نخواهیم داشت البته هر تابستون من متوجه شدم یه مواقعی در سال هست که یه مقدار کمک ها فروکش میکنه و اطمینان دارم که دوباره عزیزان کمک هاشون ادامه پیدا خواهد کرد هر شود گزارش مالی از تون کابون در ایران 100 دلار از بابل سر 100 دلار و از خطه مازندران 500 دلار این کمک ها خواهد رسید هنوز نرسیده ولی عزیزان به من اطلاع دادن که خواهد رسید این به وجودی وجوهی که از ایران اومده از سنلند کالیفرنیا سی دلار از سوئد توسط عزیزان تورانتو 150 دلار کانادا از سانتا انا در کالیفرنیا 380 دلار و از سونبرگ در دانمارک 53 دلار و اما میریم روی اخبار مطابق معمول جهان و بعدش امروز راجب به ایران امیدوارم که برسیم من بیشتر وقت رو صرف ایران بکنم برای اینکه خبرها مهم و امید بخشه از ایران قبل از اینکه وارد اخبار جهان بشم میخواستم مقدمه ای رو خدمت عزیزان بگم واقعا موقعی که آدم اخبار رو میخونه همین امروز صبح که من میخوندم انسان میتونه دوچار سردرگمی و بارها اینو عرض کردم و افسردگی بشه فقط یک راه داره سالم زیستن من یه برنامه بود راجع به سالم زیستن که من عرض کردم اگه آدم بخواد جسمش رو سالم نگه بداره فکرش باید سالم باشه یعنی باید بدونه در هر لحظه و در این کائنات و به عنوان یک ذره کجا قرار داره و چه کار میتونه بکنه و چه کار است اصلا موقعی که آدم این رو درک بکنه و این کلاف بغایت سردرگم رو بتونه سرنخش رو پیدا بکنه و بدونه که چرا این جهانی که به خاک و خون کشیده شده علتش چیه به نظر من آدم میتونه احساس آرامش بکنه لا آرامش نسبی ولی اگه آدم ندونه از کجا میخوره و داستان این همه جنایت و کشتار چیه و سرمنشهش کجاست دوچار سردرگمی افسردگی و واقعا میتونه آدم کاملا فلج بشه و من میبینم که خیلی ها به هر حال در زندگی خصوصیش هم آدم میبینه که چطور بعضی ها میذارن میرن به اصلاح رها میکنن اینا علتش اینه که اگر ما نتونیم به سرنخ رو پیدا بکنیم و این کلاف سردرگم رو بخش وسیعی از جهان به خاک و خون کشیده شده به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در دهه 1970 و 1980 امریکای لاتین بود که به خاک و خون کشیده شده بود و قلب ما رو مجروح می کرد الان ما میدونیم که از سال 2000 به بعد از سال 2001 در درجه اول خاور است و سال 2001 در شمال افریقا یعنی در حقیقت یه مرحله جدید برای اینکه امریکای لاتین تا حد زیادی خودش رو تونسته از چنبره امپریالیسم رها بکنه و راه جدیدی رو برای خودش بکنه و از این جهت که مشغول پیشرفت گسترش دموکراسی و در اساس داره یک الترناتیوی رو حتی به جامعه بشری نشون میده امریکای لاتین که در دهه 1970 و 1980 واقعا به خاک و خون کشیده شده بود کشور ما نیست در معرض خطر تجاوز خارجی از یک سو و تجاوز سرسپردگان و نوکران وطنیشون هستن که عزیزان میبینن کنگره تشکیل میدن کنفرانس تشکیل میدن تجزیه طلب ها و وطن فروش ها در این کنفرانس ها و کنگره ها شرکت میکنن در لندن، در تورنتو، در این طرف، در اون طرف و غیره و غیره مقاله میمیسن تلویزیون ها در اختیارشونه از سوی دیگر ملت ایران زیر ساتور حکومتی قرون وسطایی سرکوبگر ارتجایی و خون آشامه حکومتی که در عین حال سی و دو ساله شعار ضد امپریالیستی میده و این باعث سردرگمی عجیبی میشه به نظر من بزرگترین خدمتی که جمهوری اسلامی علاوه بر خدمات عظیم دیگه ای که کرده به امپریالیسم و سهیونیسم اون خدمتی که هنوز ادامه داره عبارت از اتفاقا شعارهای ضد امپریالیستی شه عزیزان دقت بکنن که آخرین آمارها نشون میده که در کشوری مثل مصر طرفداری از سیستم امریکا و از امریکا قبل از روی کار اومدن اوباما حدود نه درصد بوده نه درصد با روی کار اومدن اوباما و اون نطق معروفش در قاهره به سی درصد رسید یعنی طرفداری از امریکا به شدت بالا رفت تازه به سی درصد رسید آخرین آماری که مؤسسه پیو گرفته طرفداری از امریکا در میدان تحریر و در بین مردم مصر 5 درصده 5 درصد یعنی 95 درصد علیه سیاست های امریکا به همین ترتیب در دیگر کشورها از مراکش گرفته الجزیره گرفته عمان گرفته عرصبت که بحرین گرفته یمن تمام این کشورها و اندونزی در ایران چقدره؟ بیش از چهل درصده طرفداری از سیستم امریکا خریدن کالاهای های امریکایی و واقعا کشته مردن به اصلاح هر چیز امریکایی در ایران اصلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست این خدمت بزرگیه که جمهوری اسلامی به امریکا و به صحیه نیست و امپریالیست کرده کمتر کسی متوجه این قضیه است برای اینکه شما موقعی که یک رژیم سرکوبگر قرون وستایی ضد بشر خون آشام تجاوزگر داشته باشی که شعار ضد امپریالیستی بده از طریق آقای ش... ش... شریعت مداری و آدم خارها و شکنجهگرهایی مثل شریعت مداری و جنتی و محمد یزدی و احمد خاتمی و امثال هم مردم میگن که خب اگه چنین آدم خارای خون آشامی شعار ضد امپریالیستی میدن پس امپریالیسم باید چیز خوبی باشه ببینید این چه خدمت بزرگیه در حالی که اکثریت قریب به اتفاق اینها سواکی های و یا دنباله های هم و در اساس در خدمت امپریلیزم هم بودن کسایی بودن که در حقیقت در انداختن دکتر مصدق نقش داشتن در کودت های 28 مرداد و در حقیقت اینها دنباله های 28 مرداد هم عزیزان ببینن که مسائل چقدر پیچیدن و اون وقت روشنفکرهایی پی... پیدا میشن و هستن تعداد بسیار زیادی در همین مناظره ای که بنده داشتم با فرزند با آقای علمداری میگه که خب تو که میگی بسا امپریالیزم این است و امپریالیزم اون است الان که در ایران امپریالیزمی وجود نداره کی داره مردم رو سرکوب میکنه کسی که ضد امپریالیسته پس بنابراین امپریالیزم خیلی جالب و زیباست عزیزان دقت بکنن که مسئله چقدر واقعا میتونه ما رو سردرگم بکنه بنابراین در چنین شرایطی وظیفه روشن فکران مردمی و متعهد روشن کردن راه بالا بردن آگاهی سیاسی برای مسلح کردن فکری مردم در راه مبارزه با ارتجاع داخلی از یک سو و دشمن آدمخار خارجی دشمن آدمخار رو این روشنفکرهای در حقیقت کمپرادور کمپرادور انتلیکچوال یا روشن وابسته یا خبرچینان وطنی و بومی متوجه نیستن اسمی از عراق نمیبرند که چه بر سر عراق رفته اگر من فرصت کردم الان آمارهایی بیرون اومده راجب به اینکه چه بر سر این کشور رفته چه بر سر افغانستان رفته چه بر سر پاکستان ال الان داره میره چه بر سر لیبی دارن میبرن اخبار لیبی رو برای عزیزان خواهم خوند اینا صداش رو در نمیارن فقط راجع به دیکتاتورهایی مثل قذافی و بشار اسد صحبت می و اینه که در کشورهای فرزن جنوبی خلیج فارس چی داره میگذره در یمن و بحرین چی داره میگذره رو در نمیارم ما باید به ریشه این قضایا بریم وگرنه اینا میتونن خاک تو چشم ما بپاشن علمی ترین عملی ترین و انسانی ترین راه رسیدن به یک آگاهی علمی و منطقی چیه باید ببینیم چیه به قول هگل باید ببینیم اون حلقه اصلی در تمام این حلقات چی هست یک استفاده از اصول علمی تحقیق اینا دیگه چیزهایی که ما فرزن حتی در بحث های فرزن راجع به مذهب ما به جای اینکه دشمنی با مذهب بکنیم باید متوسل به علم بشیم که فرزن منشأ حیات چیست اصولا انسان چگونه به وجود اومده و غیره و غیره به جای فحاشی باید به علم متوسل بشیم این یه چیز فوق العاده ایه که باید ما ازش استفاده بکنیم با یک متدولوژی دقیق و علمی باید برخورد بکنیم دو فرا گرفتن تاریخ چه تاریخ جهان چه ایران به ویژه و لا اقل در دویست سال اخیر سوم و بر پایه این اصول رفتن به ریشه هاست که متاسفانه گفتم فعلا به اصلاح این برنامه های سه شنبه که فعلا به طور موقت به اصلاح متوقف شده نمیذاره که ما اگر واقعا نشد من در همین به اصلاح برنامه های شنبه این رو ادام ما باید بریم به ریشه ها برای رفتن به ریشه این ها دوباره باید به ریشه همه چیز برگشت یعنی به انسان باید به انسان برگردیم برای اینکه ریشه همه چیزه روابط انسان ها برای زنده موندنشون یعنی رفع ابتدایی ترین احتیاجاتشون از اونجا باید شروع بکنیم و روابطی که بر پایه آن بین آنها برقرار میشه یعنی جامعه مدنی جامعه مدنی سرمایه داری و یا به طور خلاصه کالبوتشناسی جامعه, سرمایه، جامعه مدنی سرمایه داری رو باید ما دریابیم یعنی باید کالبوت شناسی شد بفهمیم و یاد بگیریم و کالبوت شناسی جامعه مدنی رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد این اصل قضیه است در این حال که از علوم انسانی چون جامعه شناسی مردم شناسی انتروپولوژی علوم سیاسی political ساینس شناسی و غیره باید استفاده کرد اما میدانیم که هیچ یک از این علوم به تنهایی پاسخگو نیستن و ریشه همه این علوم را نیز باید در اقتصاد سیاسی جستجو بکنیم دشمن خیال سر... سردرگم کردن ما رو داره این سردرگمی ابتدا واقعا اصیل بوده افرادی مثل آدم اسمیت صادقانه به هر حال صحبت از طبیعت بشر من اینه که نظام سرمایه ازلی بوده و ابدی خواهد بود و غیره و غیره صادقانه این صحبت ها رو و حتی ریکاردو ولی الان انتنشنال یعنی قستن و عمدن میخوان خاک تو چشم ما بپیشن یا میخوان اینا ما رو بین دو گزینه سنت و مدرنیته گیر بکنن گیر بندازن سنتی یعنی چه؟ یعنی در واقع اسلام یعنی مذهب یعنی اینه که به اصطلاح یک گزینه شما اینه که همین سیستم های قرون وسطایی مذهبی رو و در درجه اول هیچ وقت صحبت از عربستان نمی کنن هیچ وقت صحبت از کویت نمی کنن صحبت از که همه اینها مذهبی هستن و خیلی ارتجایی تر از اتفاقا مذهبیون ایران هم هستن صحبت از اونا نمی کنن یازی الحق و امثالهم که پشت همه اینا امپریالیسم قرار داره بلکه فقط در حقیقت همین خومینیزم و جمهوری اسلامی رو دارن میگن یا اینه و یا مدرنیتاس یعنی چه مدرنیته یعنی سلطه, با سلطه امریکا منظورشون از مدرنیته بین این دوتا ما رو میخوان چیز بکنن که خب این یه دونه به اصطلاح یه به اصطلاح تعیین گزینه است برای ما حالا ببینیم این چه چه مش با چه مشکلاتی رو به روه ما به صحبت های اینا گوش میکنیم و به صلاح بعد ببینیم واقعا ریشه کل این به اصطلاح بحثاشون چی هستش و یا میخواهند به ما بگویند که الترناتیو های, های دموکراسی لیبرال رو در عرض 100 سال گذشته ما امتحان کردیم عزیزان اگر فرصت کردن که یه بحثی تلویزیون بی بی سی راه انداخت بین دوست عزیز آقای محمد رضا شالگونی و آقای حسن شریعت مداری که فکر میکنم پسر آیت الله شریعت مداری باشن اگه گوش کرده باشن برنامه هست به اسم پرگار که ببینید شیوه استدلال آقای حسن شریعت مداری که از دموکراسی لیبرال دفاع میکرد چه چیزایی هست و آقای محمد رضا شالگونی که جوابش میداد و از موزه سوسیالیستی در حقیقت انتقاد میکرد به دموکراسی لیبرال متاسفانه فرصت نیست که واقعا در این مناظره ها همه مسائل باز بشه که خیلی از مسائل واقعا باز هم نشد اینا میگن که ما آلترناتیو دموکراسی لیبرال رو امتحانشون کردیم یکی دیکتاتوری استالینی بود یکی فاشیسم هیتلری بود و یکی هم ارتجاع خمینیه اینا آلترناتیو های عرش و دموکراسی لیبراله و اینا همشون امتحان شد و در نتیجه چی میمونه دموکراسی لیبرال میمونه یعنی چه یعنی کشورهایی مثل سوئد نروژ هلند امریکا آلمان ژاپن و غیره و غیره کدومشون بهتره اینا طبیعتا جواب دادن به این سوال فوق العاده میتونه سردرگم کننده و در حقیقت اقناع کننده باشه که پس بنابراین سیستمی که لیبرال دموکراسی باشه تنها به اصلاح آلترناتیو ما خواهد بود آدم چطور میتونه یه سیستم ارتجایی مثل ایران رو فرزن با هلند یا با نروژ یا با سوئد یا با امریکا مقایسه بکنه مسلمه که اینها بهتر ولی آیا واقعا اینطوره ظاهر قضیه چنینه باطن چیز دیگه است ما باید از ظاهر عبور بکنیم و به باطن قضايا برسیم باطن قضايا رسیدن به باطن قضايا مشکله احتیاج به مطالعه داره چون ما یک ظاهر یا عرض داریم در هر پدیده و یک باطن یا جوهر داریم باید ما به جوهر قضايا بریم اگر واقعا ظاهر و باطن قضايا یکی بود اگر عرض و جوهر پدیده ها یکی بود ما احتیاج به علم نداشتیم علم یعنی چه؟ علم عبارت از اینه که از ظاهر به باطن میره یعنی از درون واقعیات به حقیقت نزدیک میشه حقیقت مطلق نداریم ولی دائم باید به حقیقت نزدیک بشیم از درون واقعیات یعنی چه واقعیات؟ یعنی تجربه علم یعنی چه؟ یعنی تجربه بشری که جمع شده از دویس هزار سال پیش تا به امروز همینجوری قدم به قدم علم میره از ظاهر به باطن فرزان تا فرزان هزار سال پیش یا دو هزار سال و حتی هنوز بعضی از اقوام فکر میکنن که خورشید دور زمین میگرده کسی که گفت اتفاقا این زمینی که دور خورشید میگرده خو انداختنش سوزوندنش مگه کلیسا قبول میکردی همچی چیزی رو یعنی کتاب های آسمانی به هیچ وجه اینو نمیپذیرن حالا کتاب های آسمانی که عرض می‌کنم، لااقل مسیحیت اینو نمی و کسی که گفت این رو تردش کردن حالا یا از بینش بردن این فقط دوی سال پیش بوده تا دوی سال پیش بنابراین علم این چیزی که ما رو از ظاهر به باطن میبره تنها آلترنتیف بنابراین اینا میگن که لیبرال دموکراسی که در اروپا، امریکا، ژاپن و غیره پیاده شده و شود که البته بعدش هم میگن که بی عیب هم نیست ما میدونیم که عیب داره اینه که چرچیل همیشه میگفت که دموکراسی ما آره عیب داره ولی بهترینه هیچ چیز دیگه آلترنتیوی در برابرش نیست چرا که حالا اینو به چی نسبت میدن همینطور که آدم اسمیت هم نسبت میداد همینطور که جان لاک که بنیانگذار در حقیقت دموکراسی لیبرال و به اصطلاح نویسندگان قانون اساسی امریکا که شاگردای واقعا جان لاک بودن میگن که به اصطلاح آره عیب هم داره ولی این عیب از کجاست ریشه این عیب از در طبیعت بشره بعد ما رو میبرن به طبیعت بشر که بشر تماعه، جنگ طلبه و, و و و و و اون وقت میرن توی بیولوژی و میگن ببین حیوانات هم یه همچین چیزایی و همشون به اصلاح اینجوری هن. بنابراین بشر هم اینجوریه و یه مقدار صفات حیوانی و قرائز حیوانی داره بنابراین اگر عیبی هم در دموکراسی لیبرال هست علتش طبیعت بشر و نظام سرمایه داری تنها نظامی است که با طبیعت بشر کاملا خانهایی داره بقیه اون ها هیچ خانایی نداره چنین استدلالی می کلی کشش داشته باشه همین رو که عرض کردم به عزیزان شما ببینید روشن فکرها فرزن همین آقای حسن شریعت مداری چطور در بعضی از مواقع واقعا دوست ارجمند ما رو به اصطلاح چیز میکرد داشت قانعش میکرد قانع که نه ولی به اصطلاح استدلالاش میتونه کاملا کشش داشته باشه چرا که ظاهر قضایا چنینه اما اگر از ظاهر قضایا فراتر رویم تصویر دیگری مشاهده میکنیم که در آن میتوان دلیل این همه کودتا کشتار چپاول قومکشی نابودگری اشغال سرزمین ها و کلی جنایات کم نظیر در تاریخ رو که در سالهای جنگ سرد صورت گرفت و پس از آن به دست کشورهای متمدن و لیبرال دموکرات اون موقع ما میتونیم درک بکنیم تاریخمون رو باید بخونیم تاریخمون رو اگه بخونیم میفهمیم که همین سیستم های دموکرات لیبرال چطور بعد از جنگ دوم جهانی هر کشوری که میخواست به استقلال آزادی و دموکراسی دست پیدا بکنه بلافاصله ساقتش میکردن و کردن اینا موقعی که جریان بیست هشت مرداد در ایران رو براشون یادآوری میکنی بدنشون کهیر میزنه میخوان ردش بکنن میخوان بندازانش گردن آخوندا، میخوان بندازنش گردن ملت ایران میخوان بندازانش به گردن دکتر مصدق به انواع و اقسام و روشنفکراشون از مؤسسه هوور گرفته تا جان هاپچینز گرفته تا هاروارد گرفته همشون در فکر اینن که مسئله کودتای 28 مرداد و اثرش رو اثر نابودگرش رو روی کشور ما انکار بکنن تخفیف بدن کمش بکنن ما باید در برابر اینها بیستیم و بهشون بگیم که فقط کشور ما نبوده سال بعدش در گواتمالا همین کار کردن این جنایتکارا و نتیجهش کشتن از این کشور 7 میلیونی دویست هزار نفر بوده و نابود کردن دموکراسی در اونجا که هنوز گواتمالا کمر راست نکرده باید به این وطن فروش ها ما باید بگیم که بعدش لومونبارو که امید مردم افریقا بود کشتن و دو تا آدم آدم خار مثل چنبه و موبوتو سسسکو رو اوردن سر کار تمام اینها رو باید بهشون یادآوری بکنیم که در حقیقت امید به آینده آزاد و دموکراتیک کشورهای افریقایی رو و بعد نیرره و عرض شود که نکرومه و همه اینها رو جمال عبدالناصر رو از بین بردن و تمام آدم های وطن فروش آدم خار واقعاً و تا مغز استخوان فاسد که الان عزیزان ببینن پسران این فرمان روایان خونه های 35 میلیون دلاری در کنار همین ملی بود در کنار به حساب که ما میبینیم قصرهاشون رو من شخصا میبینم قصرهای اینا رو و مردم افریقا در خاک و خون و واقعا فقر مطلق و اون وقت گردانندگان اینا دوستانه این کشورهای دموکرات لیبرال هست باید به اینا ما یادآوری بکنیم که در اندونزی چه اتفاقی افتاد و مردم چطور داشتن استقلال و آزادی دموکراسی دموکراسیشون رو میخواستن به دست بیارن و سوکارنو سر کار اومد و چطور این جنایتکارا در اونجا کودتا کردن با کشتن یک میلیون انسان و به همین ترتیب النده یا اینده که صحیحش اینده هستش در شیلی و همینطور بگیریم در اروگوه در پرگوه، در شود که تمام پرو و تمام کشورهای امریکای لاتی و بعد چطور در دهه هفتاد و 80 اونجا رو به خاک و خون کشیدن ایران کانترا و امسالوم باید به اینها ما یادآوری بکنیم تاریخ اسلام سیاسی رو برای اینا باید باز بکنیم که چطور از اواخر قرن نوزده، نه تنها قرن 20 و بعد از جنگ دوم جهانی از اواخر قرن 19 چطور موقوفه اود میرفته برای آخوندهای نجف همین آخوندهای در حقیقت حتی ملاکازم خراسانی یه انسان مترقیه به اصلاح چیزه که طرفدار مشروطه هم بوده از, م... از موقوفه اود یعنی از انگلیسیا ها مواجد میگرفتن آخونده باید تاریخ اینها رو بهشون بخونی که چطور ادوارد براون ادوارد براون معروف چطور از اسلام سیاسی و همین به اصطلاح چیز هر که افغانی یا به اصطلاح اسد آبادی که که به اصطلاح اسلام سیاسی از بنیان گذاران اسلام سیاسی بوده چطور اونو تقویت کردن و بعدش اخوان المسلمین رو سعید رمضان که دوست جونک و جونیکی در حقیقت آیت الله کاشانی بوده و فدایان اسلام که در حقیقت شعبه از اخوان المسلمین بوده که واقعا زیر نظر CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس در حقیقت رشد و شکوفا شده واقعا اخوان المسلمین و تمام شعباتش از حزب الدعوه که الان در قدرت در چیز در عراق حزب الدعوه تا فدایان اسلام که الان در قدرت در ایران و سایر اینهایی که به اصطلاح در تمام به اصطلاح چیزای اسلامی که در پاکستان در افغانستان عرصبت که در در تمامی در اندونزی و غیره و غیره تاریخ اینا رو برای اینا باید باز بکنیم که چطور همین صهیونیستایی که الان خواهان بمباران ایرانن اسلام عزیز رو چطور زیر بال و پرش و گرفتن و تمام این کشورها رو در حقیقت اسلامیشون کردن دکتر نجیب رو در, در افغانستان کشتن و بعدش طالبان و القاعده رو آوردن به قدرت رسونن و بعد که به دردشون نمیخورد و نتونست به اون لوله رو که باید از ترکمنستان به پاکستان کشیده بشه از طریق افغانستان نتونستن محافظتش بکنن یا معاملهشون نشد مجبور شدن طالبان رو بردارن و یه مش آدمخوار دیگه به از ارشوت که همینایی که بهش میگن مجاهدین و آقای کارزای رو سر کار و یه مش به چیزای سی کارزایی و برادراش که یه برادرش همین دو روز پیش کشته شد اینا سالهای سال حقوق بگیر سیایی بودن اونا رو به قدرت رسوندن و افغانستان رو به خاک و خون و نابودی کشیدن ما باید رگ و ریشه های اینا رو بفهمیم که فرزند اینایی که به استالین رو به رخ ما می کشن باید بهشون بگیم که واقعا استالین نماینده سوسیالیزم بوده و یا یعنی اینکه واقعا سرمایداری دولتی بوده که بعد ببینیم که ریشه ها چی بوده و چطور خود استالین با چرچیل چطور وارد معامله شد در هم کنفرانس تهران هم در کنفرانس یالتا یعنی در حقیقت بخشی از اینا شد سیستمش یه سیستم بود که وابسته به سیستم داری جهانی بود هیتلر کی بوده هیتلر آیا به اصطلاح فاشیسم آیا در بالاترین مرحله سرمایهداری به فاشیسم منجر نمیشه همینطور که جلوی چشممون در حقیقت در امریکا داریم میبینیمش بنابراین ما باید بریم سیستم رو بشناسیم که این سیستم در 100 یا 150 سال اخیر باعث چه زایعاتی برای بشریت شده فرزان در همین بحثی که بین آقای شالگونی و آقای حسن شریعت مداری صورت گرفت این مسئله باز نشد زیاد که آره لیبرال دموکراسی در یه زمانی ترقی خواه بوده همینطور که نظام سرمایی داری یه چیز ترقی خواه بوده اصلا این مسئله رو باز نکردن که چطور این سیستم که در یک زمانی حتی خود مارکس این همه ازش تجلیل میکنه چطور به طرف دیژنریشن و تباهی رفته و الان به اصلا نوع تباه شدهشه که ما مشاهده می کنیم که در واقع بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل بحرانی که بعد از 1929 سی و شده چنگ و دندان به تمام جهان نشون داده و از ارتجایی ترین، ضد بشرترین، مذهبی ترین و قرون وستایی ترین نیروها دفاع کرده بگذاریم که در قرن 19 همین طور بوده من بارها عرض کردم که فرزن سفارت انگلیس تمام شواهد نشون میده که هیچ وقت نیومده که از قائم مقام دفاع بکنه از آقا نوری دفاع کرد هیچ وقت نیومده از امیر کبیر دفاع بکنه از میرزا آقاسی دفاع میکنه یعنی از ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین همین بورژوا همین لیبرال دموکرات در کشورهای خودشون آره آزادی دموکراسی ولی در هند چه کار کردن رفتن با گاندی ها یا مثلا با نهروها ها عهد مودت ببندن یا با مهارجه ها با مهارجه ها در هر کشوری که رفتن دست دوستی به ارتجاعی ترین قرون وستایی ترین و ضد انسان ترین و در جمهوری اسلامی هم چه کسی در حقیقت جاده صاف کنه قدرتگیری ارتجاع قرون وستایی و خون آشام شد بعضیا در اومدن گفتن که آره این حتی انقلاب 57 و هفت رو هم به گردن امپریالیزم میده خب چنین افرادی بعد برن تاریخشون رو بخونن که ببینن داستان چی بوده که چطور در حقیقت شاه به دستور همینها تمام به های ترقی خواه رو نابود کرد شکنجه داد اعدام کرد به زندان انداخت متلاشی کرد و نابودشون کرد به چه کسی به اجازه رشد داد غیر از همین آخوندا غیر از اینکه به سرانشون به بسا به, به جای اینکه واقعا محاکمه بکنه و کنترلش بکنه فرستادش و اونا هم تو نمک نگرش داشتن تا به اصلاح اواخر دهه 1970 که رفتن سراغش و بالاخره آلترناتیوی پیدا کردن در نجف تمام اینا باید خونده بشه تاریخ اینا باید به دقت به اصطلاح چیز بشه که ما بتونیم این کلاف سردرگم رو که این بعضی از روشن فکرای وطن فروش و در حقیقت وابسته میخوان خاک تو چشم ما بپاشن ما اینا رو باید بازشون بکنیم و بریم به ریشه قضایا یعنی چه؟ یعنی باید سیستم رو بشناسیم و عمل کرده این سیستم رو در 150 یا 200 سال گذشته که ببینیم به اصلا ریشه این داستان ها چیه من این مقدمه رو باز مقدمه عوض میخوام که طول کشید من باز از اخبار امریکا شروع میکنم که ببینید به چه دلیله که این جنایتکارا میان و الان شمال افریقا رو دارن به خاک و خون میکشن اینه که امریکا این هر شود که شورای موقت رو در بنغازی به رسمیت شناخت کنفرانسی که داشتن دو روز پیش در ترکیه که ترکیه رو هم کاملا به اصلاح سرسپرده و به اصلاح چیز خودشون کردن الان به طور کامل تسلیم شد آقای اردوغان و آقای داوود اغلی اینا دو تا نوچه نشون دادن که دو تا نوکرای سرس پرده امپریالیزمن اون به اصلاح تظاهراتی که میکردند تمام است تمام است هر که به رسمیت شناختن این چیز رو در بنغازی معناش چیه معناش دو چیز میتونه باشه یا اینکه واقعا میخوان نیرو پیاده بکنن اونجا و دیگه به حساب بمباران های هواییشون که تا الان 15 هزار حمله هوایی کردن و هزاران نفر انسان رو کشته و زخمی کردن در اونجا به بهانه اینکه میخوان از نیروهای به حساب مردم غیر نظامی دفاع بکنن جانگ. حالا اخبار لیبر رو برای عزیزان میخونن. اینا میخوان اونجا رو به خاک و خون بکشونن و در نتیجه چرا واقعا اینطوره من خبرای امریکا رو برای عزیزان یه مقدار بسا که ببینید اقتصاد خود امریکا داستانش چیه آخرین خبره که مال نیویورک تایمز 11 جولای مقادیر زیادی عنوان مقاله هست با قطع کمک های دولتی اقتصاد امریکا دچار لرزه می شود این اخبار روزه به اصطلاح چیز حالا تو ریشاش نمیخوایم بریم مقادر زیادی از درآمدهای شخصی مستقیما از سوی دولت میاد عزیزان میدونن که ما در بودجه امریکا دو جور چیز داریم یکی دیسکرشنری بهش میگن و یکی انتایتلمنت انتایتلمنت اون چیزایی مثل سوشال سکیوریتی یا بدهی ها و یا دویون دولت به مردم که مردم اینا رو پرداخت کردن فرزان کسی که چکش هر ماه میاد یا هر دو هفته در امریکا میاد یک بخش از چیزش به عنوان مالیات و سوشل سیکیوریتی یا تأمین اجتماعی برداشته میشه و اینها تریلیون ها دلاری که جمع شده و البته دولت اینها رو برای جنگ های جنایتکارانش همه اینها رو خرچ کرده حالا میخواد پولی رو که مردم دادن مثل صندوق های بازنشستگیشون که مردم سالهای سال سی سال صندوق بازنشستگیشون رو هر ماه یه مقدار ازش برداشتن الان همه رو دارن میبرن یعنی غارت دارن میکنن سوشال سکیوریتی هم یه همچین وضعیتی رو پیدا کرد به هر حال انتایتلمنت یعنی دویون دولت یک بخش از بودجه سالانه دولت امریکا دویونیه که به مردم بده کاره که باید هر ماه بپردازه به مردم یا هر دو هفته به اینا الان خیلی رفته بالا چرا؟ به علت بیکاری در سال گذشته 20 درصد از پولی که در جیب مردم بوده طبق برآورد شرکت مودی که یه نفر ایرانی هم اتفاقا در رأسش آقای مارک زندی حالا مارک لابد محمد بوده تبدیل به مارک شده ولی به آقای زندی توسط دولت پرداخت شده 20 درصد فوق العاده است واقعا به صورت یا حق بیکاری یا کوپن غذایی یا تأمین اجتماعی یعنی سوشل سکیوریتی و حقوق ناتوانی یعنی به ساد دیس... دیسابیلیتی اینو بهش میگن به انتهای ام... اینو عزیزان دقت بکنن به انتهای امسال که برسیم بسیاری از این حقوق قد خواهد شد <laughs> تمام به اصلاح چیزهای کینزی از جوزف ستیگلیتز گرفته تا رابرت رایش گرفته تا پول کروگمن گرفته تا جیمز گالبریت گرفته و تمام اونهای دیگه بهشون میگن شما برای از بین بردن این بحران باید اتفاقا دولت کار ایجاد بکنه درست عکس این دارن میرن اینا قطع خواهد شد طبق برآورده شرکت مودی 37 میلیارد دلار از این بودجه های دولتی قطع خواهد شد آخر امسال مارک زندی میگه که اگر شرکت های خصوصی نتوانند شغل ایجاد بکنند و مزد مزایای کارگران بالا نرود در آن صورت مصرف کنندگان توان طو... خرید کالاها را نخواهند داشت قابل توجه ارشوبت که نئولیبرال ها و حتی یک بخش از چپ که به اصطلاح بحثشون اینه که شما باید به سپلای ساید یعنی به سرمایه دارا باید کمک بکنید برای اینکه کار ایجاد بکنن و نه قدرت خرید یعنی از پایین باید قدرت خرید به وجود بیاریم مسئله الان قدرت خرید مردمه که ندارن و اینا میخوان الان آخر امسال هفت میلیارد دلار دیگه از قدرت خرید مردم بازم بزنن و اقتصاد بس... ب... مگر اینکه به اصطلاح کار ایجاد بکنن یعنی قدرت خرید به وجود بیارن از طریق ایجاد کار ولی آیا میتونه؟ از سوی دیگر ایجاد شغل نیز به یک سراب تبدیل شده است همون آقای مارکزندی میگه طبق آخرین گزارش وزارت کار برای هر شغل تازه عزیزان دقت بکنن که نئولیبرال ها میگن که علت این که بیکاری وجود داره اینه که ما حق بیکاری میدیم موقعی که تو حق بیکاری بده یارو تنبل میشه نمیخواد کار بکنه ببینید چه ضد بشرایی یعنی؟ هم اینا که به حساب کارگران نمیخوان کار بکنن علتش سیستم نیست ابدا ما باید حق بیکاریشون هم قطع بکنیم تا اینا مجبور بشن برن کار بکنن در حالی که برای هر شغل که باز میشه به طور متوسط پنج تا داوطلب هست که حاضرن با پایین ترین حقوق کار بکنن که الان همین جوری شده به همین دلیل الان امریکا و سایر جاهای جهان تبدیل بهشت سرمایهداری شده برای اینکه کارگرها با هر حقوقی بدون هیچ گونه امتیاز و حقی واقعا حاضران کار بکنن فقط کار بکنن در ایالت اریزونا برای هر شغل تازه ده تا داوطلب هست در فلوریدا و همینجوری اینا ادامه پیدا من نمیتونم به اصطلاح تمام اینها رو به چه دلیلی که اینا چنگ و دندان نشون میدن و الان در حقیقت میخوان جنگ رو در لیبی گسترش بدن در پاکستان گسترش بدن در عراق بمونن شما ببینید آقای پنه تا یه آدم واقعا جانی رفته اونجا به چه فشاری هم رابرت گیتس و هم پنتا که رئیس بهسا وزیر بهسا دفاع تازه بهسا امریکاست رفته اونجا به چه چرندیاتی واقعا گفته که اصلا روزام ها مسخرش میکنن واقعا به اصلا دارن فشار میارن روی دولت عراق که بمونن نیروهای امریکایی در اونجا و نوری مالکی هم از اون سرسپرده که این کار رو خواهد کرد در افغانستان واقعا اینا بیرون میان هنوز مشغول ساختن و گسترش پایگاه هستن جنگ رو در پاکستان دارن گسترش میدن در سومالی روزی نیست که آدم نکشن در یمن همین پریروز پنجاه نفر رو با بمب ها و به هواپیماهای هواپیمه های بی نشونشون کشتن و یمن رو تبدیل به یه جنگ داخلیش دارن میکنن در لیبی با احتمال قریب به یقین همینطور که عرض کردم به رسمیت شناختن این ادمای جانی که در بنغازی به حساب دولت موقت تشکیل دادن فقط به معنی تجزیه لیبی خواهد بود و یا اینکه پی پیاده کردن نیروی به پیاده نظام در اونجا یعنی در حقیقت مثل عراق خواهد بود و در نتیجه من میخواستم میرم روی لیبی بسیار پر اهمیته که ببینید در لیبی موقعی که من صحبت میکنم که اینایی که در بنغازی هستن یک مش آدم جانی هستن و ما در این حال که به شدت واقعا به قذافی انتقاد داریم عزیزانی هستن که برای خود من و از عزیزان نزدیک به من, من هستن که میگن تو از قذافی داری دفاع میکن ما از قذافی دفاع میکنیم ما از طالبان دفاع میکنیم ما از بشار اسد دفاع میکنیم همه اینها رو ما ماهیت چ... ولی آلترناتیو های اینا چیه حالا ببینیم آلترناتیو قذافی چه خواهد بود اول من دو تا خبر رو میخونم که چطور هم فرانسه هم ایتالیا هم اتحادیه افریقا حالا غیر از چین و روسیه فدراسیون روسیه خواهان مذاکره بودن و مذاکره دولت فرانسه داشت وارد مذاکره میشد امریکا نذاشتش مسلما پشتش اسرائیل نمیذارن اونجا به حساب مذاکره بشه نمیذارن از طریق سیاسی حل بشه مسئله لیبی وزیر دفاع فرانسه این ده جولای از رویتره وزیر دفاع فرانسه روز یکشنبه یعنی در حقیقت شش روز پیش گفت زمان اون رسیده است که شورشیان یعنی ریبلز با دولت لیبی وارد مذاکره بشوند. اما واشنگتن بر مواضع خود مبنی بر اینکه قذافی باید برود ایستاده است این شکاف در میان مواضع اعضای اصلی کشورهای غرب که علیه قذافی هستند نشانه فشاری است که روی این اتحاد وجود دارد چرا که پس از سه ماه حملات و بمباران های هوایی 15000 هزار حمله هوایی با خرج چند میلیارد دلار موفق به هیچ دستاورد سریع که انتظار آن را داشتن نشده است و وزیر دفاع فرانسه از اینکه پیشرفتی نشان داده پیش که پیشنهاد کرد که شوری حالا عزیزان من وقت داره میگذره و من نمیرسم واقعا برای اینکه میخوام به ایران برسیم هر که حالا عزیزان خبر دیگه شو میخونم و بعد میرسم که ببینیم این به اصطلاح الटरनेटیوشون چیه سیف الاسلام پسر معمر قذافی گفت دولت لیبی در حال مذاکره با دولت فرانسه است روزنامه الجزیره الخبر از قون سیف الاسلام مینویسد نو... می واقعیت این است که ما در حال مذاکره با دولت فرانسه هستیم و نه با شورشیان فرستاده ما به دولت سارکوزی می اون فرستاده شون میگه که رئیس جمهور فرانسه عزیزان دقت بکنم به طور آشکاری به او گفته است که ما این شورای موقت را به وجود آوردیم و بدون حمایت ما پول ما و اسلحه ما چنین شورایی هرگز نمیتوانست وجود داشته باشد او ادامه میدهد از قول رئیس دولت فرانسه یعنی سرکوزی ما اگر با شما یعنی دولت لیبی به توافق برسیم شورا را وادار به آتش بس خواهیم کرد که امریکا نذاشتهشون. این هزارات چند ساعت بعد از حالا عزیزان خبر بعدی رو از نیویورک تایمز برای عزیزان راجب به لیبی میخونم نیویورک تایمز 13 جولای سه روز پیش سی جی چایورز این رو نوشته نمایندگان دیدبان حقوق بشر میگویند شورشیان لیبی در شهرک هایی که اشغال می کنن دست به غارت و سرکوب می زنن و افراد غیر نظامی رو مورد, آزار قرار می دن. این تیتر مقاله است شورشیان در کوهستان های غرب لیبی چهار شهرک را که اشغال کردن غارت کرده و دست به تخریب شهر زدن مکان های غارت شده از جمله شامل مراکز تجارت و کسب و کار و لاقل دو مرکز پزشکی از عزیزان این مقاله رو باید در نیویورک تایمز و بعدش در رویتر ببینن که از این شهرها عکس برداشتن و ببینید اینا که وارد این شهرها شدند مردم تمام از ترسشون شهر رو ترک کردند و شهر تبدیل به یک شهر اشباق شده واقعا و خونه ها رو به آتش کشیدن و حالا ببینید چقدر جسد بعدش پیدا شده که مردم را چطور بدون محاکمه کشتن سازمان حقوق بشری همچنین میگویند که شورشیان افراد خانواده های طرفدار دولت را کتک میزنن فقط کتک نمیزنند حالا خواهیم دید اعدامشون میکنن و خانه های آنها را به آتش میکشن شهرهایی که به این سرنوشت دچار شدند عبارتن از قوالیش که هفته گذشته گفتن گرفتنش که شورشیان هفته گذشته آن را تصرف کردند. اوانی ریانی و زاویات باغول که ماه گذشته به دست شورشیان افتاد این مسئله ادعای ناتو را که هدف حمله به لیبی را محافظت از جان غیر نظامیان اعلام کرده زیر سوال میبره روزنامه نگاران همچنین مکررن شاهد پرتاب موشک به شهرهای زیر نفوذ دولت هستند که اینا موشک پرداب بدون اینکه که اصلا بدون که این موشک هاشون به کجا میخوره انسانها رو میکشه شهرها رو در حقیقت موشک باران میکنن در دو شهر قوالیش و اوانیه که مورد بازدید روزامدگاران قرار گرفته مشاهده شد که مغازه ها غارت شده به تمام ساکنین آنجا شهر رو ترک کردن شما تصور بکنید که اینا وارد ترابلوس بشن چه قتل آمی راه میندازن در یکی از گودالهای سیمانی مسیر لوله آب لاقل پنج جسد در حال متلاشی شدن مشاهده شد در حالی که دست و پای آنها تناپید شده بود من نمیرسم بیشتر وارد به اخبار خارجی رو که در سوریه چی میگذره و داستانش چیه در بحرین چی میگذره در یمن چی داره میگذره در مصر چی میگذره و اون وقت چهره واقعی دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان و حتی سایت های اینترنتیشون رو من یه روزی باید راجب این سایت های اینترنتی از گویا گرفته تا اخبار روز گرفته تا ایران امروز که من معمولا بهشون مراجعه میکنم و جزء پر بیننده ترین هستن و چیز هستن برای عزیزان باید بگم که اینا کیان و چیان و داستانشون چیه بنابراین برمیگردم به ایران و ما باید به اصطلاح برسیم و ببینیم که در ایران چی میگذره اخبار خارجی رو من مجبورم که به اخبار مصر یمن بحرین سوریه و غیره رو بذاریم و به اصلا چیز و آخرین خبر لیبی عزیزان همینطور که عرض کردم جمعه یعنی دیروز به اصلا کنفرانسی در, در ترکیه داشتن و چند تا از این چیزها رو به رهبری امریکا و خانم کلینتون که در حقیقت این ارشوبت که شورای موقتی رو که در بنغازی هست به رسمیت شناختن و حالا به وطن فروش های وطنی خودمون هم در حقیقت انتظار اینه دارن که این کنگره ها و کنفرانس ها رو تشکیل بدن که امریکا بلا فاصله به عزیزان عرض کردم که من این رو در بعضی از تلویزیون ها که شرکت کردم این رو علنا میگم که مگه ما چی کم داریم از که این مصطفی ارثوات که عبدالجلیل و یا ارثوات که محمود جبریل که اینا به اصلا ما چه دست کمی از اینا داریم و ما هم باید به رسمیت شناخته بشیم از طرف امریکا بنابراین باید ما کاملا به اینا رو دنبال بکنیم و خطراتی که متوجه کشور خود ما هست که اینا این جنگی رو که علیه لیبی آغاز کردن من راجع به که راجب عراق باید از یک مقاله مفصلی که اومده که چه بر سر عراق رفته در آینده برای عزیزان چیز میکنم که اینا همین برنامه ها رو برای کشور ما دارن هر شود که میریم بر سر ایران برای اینکه اخبار ایران بسیار بسیار, بسیار مهمه و باید ما به جنبش خودمون برسیم جنبش ایران حالا عزیزان دقت بکنم که چطوره که در ایران یک چنین جنبش اصیل و انسانی به وجود اومده که در هیچ کدوم از این کشورها وجود نداره چرا؟ باید ما فکر کنیم راجع به این قصد که از درون خود همین سیستم قرون و وستایی این جنبش سبز به وجود اومده از دل همین اومده بیرون چون ما سی و دو سه سال پیش یک, عمل، یک چیز اتفاق افتاد که کشور ما از زیر سیطره امپریالیزم لا از جهت سیاسی بیرون اومد حالا ما کار نداریم که چه, چه خدماتی اینا به امپریالیسم کردن ولی لا اون اون هزار به دخالت مستقیم امپریالیسم برداشته شد حالا اینا مطابق به اصطلاح ماهیت ضد انسانی خودشون من غیر مستقیم در خدمت امپریالیست قرار گرفتن اون یه مسئله دیگه است ولی نیروهای درونی خود کشور شروع به تعامل انواع و اقسام این چیزا که به حالا به سالا، انتر اکشن کردن و همینجوری قدم به قدم مردم ما به افراد و نیروهای سیاسی محک زدن تا به امروز روز یعنی نیروهای داخلی عمل می شردن. در تمام این کشورهای دیگه شما می بیدید. از تونس گرفته تا مصر گرفته تا یمن گرفته تا عربستان و غیره و غیره سیطره ای امپریلیزم نزاشته که اصلا نیروهای درونی نفس بکشن کجا برسی که یه آلترناتیو واقعا قابل دوامی درشون به وجود بیا و عظمت الان جنبشی که در ایران وجود داره دقیقا در اینه که به طور اصیل به وجود اومده و از درون همین سیستم ارتجاعی هم بیرون و از دل همین بیرون زده بیرون که بعضی متوجه نیستن که اتفاقا این نقطه قدرتشه برای اینکه هیچ کس به اندازه همین که از این سیستم اومدن بیرون سیستم رو نمیشناسه به طوری که من بارها گفتم اونایی که الان از درون سیستم امریکا اومدن بیرون از پال کریگ رابرت گرفته تا هرچه که تمام اینایی که از سی از پنتاگون و از دولت امریکا جدا شدن و اومدن بیرون چیکوپو که واقعا این سیستم رو بهتر از هر کسی دارن بیرون میریزن همینطور که اینایی که از چیز اصلاح طلب که بیرون اومدن چیکوپو که این سیستم رو میشناسن و این نقطه قدرت این جنبشه و هیچ کس بهتر از اینا نمیتونه این, این رژیم رو از در واقع تغییر بده و از پا در بیاره. چند سند اومده بیرون شود که اینها رو من برای عزیزان میخونم و انسانهای بانفوزی این اسناد رو بیرون دادن و این یک نقطه امید بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش من ابتدا شروع میکنم با یه نامه ای که از ایران اومده و بعد بقیه رو برای عزیزان میخونم این نامه در حقیقت 15 همه جولای یعنی دیروز برای من رسیده در حقیقت مقدمهای رفتن به مسائل ایران رو از اینجا آغاز میکنم در انتخابات 88 حاکمیت از طریق عواملش به طور غیررسمی ولی فعال به جدیت میکوشید که مردم پررنگ و گسترده شرکت نکنند زیرا دریافته بود که برابر فشار و ظلمی که بر مردم حاکم است و نیز تحقیقات و جنبندی که وزارت اطلاعات در سطح کلان جامعه انجام داده بود و حکایت از موج گسترده نارضایتی در جامعه داشت انتخابات 76 تکرار خواهد شد احساس خطر کرده بودن چون که مردم مصمم شده بودند که وضعیت عمومی حاکم بر کشور را حداقل به دوران اصلاحات برگردانند کاملا این درسته ابتدا مردم واقعا میخواستن لاقل برگردن به دوران خاتمی و خود رژیم کاری کرد که به هیچ وجه دیگه مردم قانع به این نیستن که برگردن به دوران خاتمی خودشون باعث شدن که انقلاب عمق پیدا بکنه حال در وضعیت بقایت ناب سامان امروز قرار گرفته و یقین دارند نیروهای پیشینش رو از دست دادن کاملا همینطور حالا مقاله ای رو که آقای جلایی پور نوشته برای عزیزان میخونم که نکات فوق العاده پر اهمیتی توش هست به طوری که مشایی با صدای بلند طرفداران ولایت را از میان هفتاد میلیون جمعیت ایران هفت میلیون فریاد میزند از طرفی میدانند و میترسند اگر با همون که گذشته به انتخابات آینده نگاه کنند چه بسا به قول احمدی نژاد که این عزیز میگه داره دروغ میگه مجلس را به حلقه انحرافی واگذار کنن یعنی طرف داره احمد میترسند که ببرن ارتجا, ارتجا حاکم میترسه که طرف داره نژاد ببرم و در همین رابطه دیدیم و شنیدیم در رایزنی ها و درخواست ها و التماس های پس و پیش پرده یعنی معلومه یک سلسله مذاکرات پس پرده هم بوده عوامل حکومت با اصلاح طلبان طرفدار حجت الاسلام محمد خاتمی وارد مذاکره شدن که البته برابر با شروط و پیشنهادی ایشان با شکست روبرو شده است یعنی معلومه که آقای خاتمی روی حالا خواهم خوند که صحبت اخیر آقای خاتمی چی بوده که به نظر من این واقعا باعث پیوند خوردن تمام جنبش سبز با هم میشه با این صحبت هایی که اخیرا ایشون کرده باعث گسترده شدن جنبش میشه و این یک نقطه امید واقعا اگه آقای خاتمی روی حرفای اخیرش یعنی آخرین حرفاش بمونه و من احسنت میگم به نسل جوان ایران که چطور اینها رو متنبه کرد اینک ماشین چاپ اسکناس بدون پشتوانه نیست پول های گم شده سر از چادر مسلحت در که هر شود که ولی اشاره می کنیم که خاشمی رفسنجانی در اومده در آخرین مصاحبهش گفته که شما پول به مردم هی بدید ولی اونا پولها رو می گیرن ولی بعدش رای به کسی دیگه می دن. مردم دیگه انقدر به اصلاح چیز نیستن ولی پولها رو می گیرن. و, و, صد البته جا دارد محض اطلاع محض اطلاع سخن هاشمی رفسنجانی رو که در مصاحبهش گفته است با پول دادن به مردم و رأی خریدن کاری از پیش نخواهد رفت پول را میگیرن و لعنت هم میفرستن فرستند. بود که تنها راه عبور از بحران این هاشمی اخیرا دوباره وارد میدون شده جلوگیری از افرادگرایی و دلجویی از آسیب دیدگان و اجرای انتخابات آزاده فلزا زبان حال حاکمیت است که جدا دوچار مخمسه شده تمام شواهد نشون میده عنوان این نامه بود مخمسه و در نتیجه واقعا اینا دوچار مخمسه شدن من در این نیم ساعت میخوام چند تا مطلب که بیرون اومده و اهمیت داره برای عزیزان عرض بکنم که ببینن جنبش چطور داره گسترش و عمق پیدا میکنه و چطور رژیم به راستی دچار مخمس است از هر جهت از اختلافات درونیشون از ورشکستگی سیاست های داخلیشون چه اقتصادی چه سیاسی چه اجتماعی و چطور در سطح بین المللی به طور کامل منزوی شدن یکی نامه سرگشاده عرض شود که محمد جواد حجتی کرمانیه نامه بسیار پر اهمیته به مصباح یزدی آقای حجتی کرمانی رو من میشناسمشون در بند شیش زندان قصر با ایشون بودم این انسان که به کلی فرق داشت با اونای دیگه مثل مثلا ربانی شیرازی یا ربانی حالا هرچی که اسمش بود آدمی بود که واقعا همکاری میکرد با بسیار چیزای زندان و تنها کسی بود که واقعا نوشتهاش میرفت بیرون از اونجا برای اینکه همش بسا حمله به چپ و نیروهای ترقی بود حجتی کروانی فرق داشت انسان بود رگه های انسانی کاملا درش دیده میشد و فکر میکنم با ملل اسلامی ها بود نامش یه سند واقعا که عزیزان اگر بتونن گیر بیارن در سایت های اینترنتی هست که خطاب به مصباح یزدی خیلی محترمانه است ولی کوبنده واقعا و فکتوال یعنی با واقعیت سر و کار داره من فقط دو سه تا یعنی واقعا یه رو فقط میخونم اونجایی که اهمیت داره و داره هشدار میده به رژیم برای اینکه آقای حجتی که در این حال که انسان ترقی خواهه و مورد و احساس ضرب و شد حالا به هر حال به حمله شده بوده هم شریعت مداری هم دیگر به حساب عوامل ارتجاع حمله کرده بوده ولی مونده توی سیستم و هم با یه مقداری به جز مشاورین خود خامنه ای بوده و به هر حال توی سیستم مونده و هنوز هم هست ولی داره هشدار میده واقعا از طریق این نامه ای که به مصباح یزدی نوشته اجازه دهید آجار آجیر خطر نهایی را به صدا درآورم و بگویم من خودم و شما و مسئولان کشور رو حتی خودشو داره میگه و شما یعنی مصباح یزدی و مسئولان کشور رو مسلما خامنه ای رو داره میگه همچون ساحل نشینانی میبینم که امواج طوفانی دریا آنان را به شدت تهدید میکند و هر چند گاه یک بار پیش روی دریای متلاطم و مواج و خروشان خشم خود را نشان میده مردم رو داره میگه دقیقا همینطوره تا آنان را در کام خود فرو برد این امواج خروشان مردم اما ساحل نشینان به دور از هر گونه درایت و تدبیر و دلخوش و مغرور به پاره زرق و برق های فریبنده خیالانگیز عزیزان ببینند که همین دیروز مسلحی و غیره در نماز جمعه چلا تا الاتی گفتن که آره مصلحی فرزند که ما تمام سیستم های جاسوسی دنیا زیر بین ماست و تا مغز استقانشون رفتیم که هنوز سواد اینو نداره که فرافکنی رو میگه فرافکنی اصلا اینا چهار عمل اصلی رو بلد نیستن ولی اسمشون آیت الله است و اون وقت خارتپورت اینجوری میکنن زرق و برخ های فریبنده و, سر و, سرگرم منازعات و درگیریها و مشاجرات بیپایان چشم و گوش خود را فرو بستند که نبینند و نشنوند و غافل یا متقافل از هشدارهای سهمگین و آژیرهای خطر به خود مشغولند و ناگزیر به حکم ناموس الهی یعنی در حقیقت الفاظ و اصطلاحات مذهبی داره برای اینا به کار میبره در کام امواج سهمگین دریای حوادث غرق خواهد شد حجتی کرمانی که از خودشونه رگه های انسانی قدرتمندی البته همطور که عرض کردم داره و از شخصیت های برجسته است واقعا برجسته هم نظامه و هم در بین مردم هنوز در حقیقت چیز داره اعتبار و قرب داره منتها من میخواستم یکی دو تا مطلب دیگه هستش که یکی مال آقای جلائی پوره که نامه و مقاله مفصلی نوشته که عزیزان بسیار بسیار لازمه از روشنفکرهای برجسته و از روزامنگاران رو برجسته که عزیزان حتما یادشون میاد که در دوران اصلاحات اون روزنامه هایی رو که ایشون و یارانشون به صلاح بیرون میدادن چه کمک بزرگی به بالا رفتن آگاهی مردم شد و الان البته از به اصلاح مهره ها و در حقیقت شخصیت های برجسته اصلاح طلب هستش بخش های من فقط چند پاراگراف از مقاله مفصلش رو برای عزیزان می خونم چون جنبه های آموزنده ای برای همه ما داره میگه که بهترین نشانه زنده بودن جنبش این که اقتدارگرایان جرأت نمیکنند کنند کوچکترین فضای تنفسی به منتقدین بدهند عزیزان ببینند که بعضی ها میگن جنبش جنبشی وجود نداره هی میگی جنبش جنبش کو کو جنبش نمیبینن که در زیر چی داره میگذره ظاهر رو میبینن باطن رو نمیبینن کسی که یه چشم بینا داره متوجهه که بهترین نشانه زنده بودن جنبش این که اقتدارگرایان جرأت نمی کوچکترین فضای تنفسی و مردم ما منتظر این دریچن ترکن یه ترک وارد بشه مثل ترکی که وارد شد به صد نظام شاهنشاهی صد شکسته میشه به طوفان میاد درست همین جوری بود و حتی از تشیع جنازه معمولی یکی از محبوبترین ترین اعضای شورای انقلاب آقای عزت الله صحابی رو میگه زنده یاد دریغ میکنن نه تنها دریغ میکنن با چه توحشی با مردم برخورد میکنن حکومت با, بح... با بحران مشروعیت در میان اقشار متوسط جدید روبرو بود یعنی در حقیقت غیر مذهبی ها قبلش پس از انتخابات این بحران به اقشار مذهبی طبقه متوسط که همیشه پایگاه حکومت بودن نیست کشیده شده است خودش داره میگه اصلاح رو داره میگه اینا رو هم انداختن بیرون و اینا هم جز اپوزیسیون شدن یعنی مغز خودشون رو از بین بردن سیاست های ویرانگر و مردم انجیز دولت هم نتمانست بعدش حالا ببینیم چطور رو اقشار و طبقات دیگه میخواستن کار بکنن و موفق نشدن سیاست های ویرانگر و مردمانگیز دولت هم نتمانست به طور جدی از میان طبقه سوم یعنی اقشار فقیر برای حکومت نیرو جذب کنن کاملا همینطوره برخلاف آنچه بعضی ها میگن که آره افراد عقب افتاده و روستایی و امثال هم و امثال هم. اگر حکومت با بحران مشروعیت روبرو نباشد و خود را مستظهر به پشتیبانی اقشار مردم بداند و از عرض شود که منتخبان واقعی مردم حراسی نداشته باشد از برگزاری انتخابات سالم منصفانه و آزاد دفاع خواهد کرد ولی هنوز حالا ایناست که حالا ببینیم صحبت های اخیر اصلاح طلبا که قبلش یه مقدار کوتاه اومده بودن و یه دروازه ای رو باز کردن که بعضیا جرأت اینو کردن مثل کواکه بیان و منتجب نیا که کاملا بریدن واقعا بریدن و رفتن به صفحه ارتجاع چطور به اسلام میخوان جلوی این گرفته بشه و باید گرفته بشه ولی بعدش میگه ولی هنوز نشانه ای که حاکی از قصد حکومت برای این انجام انتخابات غیر مهندسی شده باشد دیده نمی شود بعدش اون وقت به طور مفصل شرح میده که حکومت اولا با بحران کارایی رو بروز و واقعا همینطوره دولت الان مدت هاست واقعا کاری انجام نمیشه حتی برای چیزهای بسیار چیزی ملکی فرزن باید هفته ها و ماه ها افراد بدوند تا یه کار کوچیک حتی برای گرفتن یه رونوشت شناسنامه حالا بعد از رشوه ها و تمام مذاکرات به زیرمیزی و امثال و امثال ها یک حکومت با بحران کارایی رو که واقعا باعث متلاشی کردن اقتصاد چه در کشاورزی و چه سرعت و تمام وساق امور به حساب معمولی مردم حکومت با بحران خارجی رو بروز که عزیزان ببینم به اصطلاح نه تنها تمام این قطنامه ها علیهشون گذشته بلکه ما میدونیم که به سازمان ملل معموری به حقوق بشر فرستاده که آقای رشید فکر می احمد رشید هر شود که حالا اسمش به دقت الان یادم نیست حالا اینش خیلی مهمه که میگه همکنون توانایی اصلی حکومت توانایی کنترل مردمه این تنها توانایی که داره و نه کنترل جرم جنایت اعتیاد تورم بیکاری فقر نسبی و مطلق قاچاق و فساد رسمی که همه اینها به قول اینا رمپند واقعا به طور سواره از اعتیاد گرفته جنایت گرفته فحشا گرفته تورم بیکاری فقر قاچاق و فساد درونی حکومت و دولت ولی همین توانایی نیست همیشگی نیست اینا همه کمک میکنه به جنبش که این توانایی برای کنترل مردم نمیتونه دائمی باشه چرا حالا توضیح میده چون نیروهایی که مردم را کنترل میکنن در میان مردم در میان خود مردم زندگی میکنن در واقع بسیاری از اینها فرزندان مردم هم. فرزند برخلاف بهرین که یا کشورهای مثلا جنوب خلیج فارس که اکثر اینایی که میارن مردم رو سرکوب بکنن از پاکستان میارن از اردن میارن از کشورهای افریقایی میارن مزدور که هیچ نه زبون مردم رو میفهمن و نه عرض شود که فرهنگ و یا مذهب و یا دین مردم رو به حساب بهش چیز دارن الان مثلا در عرض شود که قطر همین عرض شود که این جنایتکاری که آقای پرینس که اومده میخواد صدها نفر مزدور تربیت بکنه برای سرکوب مردم در قطر اینا رو تمام از کشورهای خارجی میاره که اصلا مسلمون نیستن اینایی که مردم رو در ایران سرکوب میکنن بخشی از مردم بنابراین تا علاقه ای رو نهایی نمیتونن الان حالا یا به دلیل به شرایط مالیشونه که دارن پول میگیرن یا عقب افتادگیشونه یا تحت تاثیر تبلیغات رژیم هستن ولی تا آخر که اینجوری نمیتونه بمونه و رسانه های حکومتی حالا عامل دوم و رسانه های حکومتی تنها سازندگان افکار عمومی نیستن اینترنت هست فیسبوک هست توییتر هست تلویزیون های خارجی و محواره ای هست با شکسته شدن انحصار رسانه ای در ایران و نفوذ رو به گسترش رسانه های مجازی و ماهواره ای نقش عوامل دیگر در شکل دادن به افکار عمومی رو به تقویته تا اینکه دستگاه های ارتباط جمعی رژیم همه ای مردم که نمیتونن درسته اونایی که واقعا فقط و فقط به رادیو تلویزیون و روزنامه های اینا عادت دارن و چیز میکنن ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن ولی اونها هم همشون نیستن چنین عواملی در کنار بحران مشروعیت بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسایش روزافزون نیروهای کنترل کننده نیز می شود یکی از نشانه های این فرسایش را می توان در این واقعیت دید که در دو سال گذشته در موارد بسیاری متصدیان امور نتوانستند از نیروهای موظف موظف کنترل کننده با احتمال قریب به یقین داره پاسدارا و یا نیروهای نظامی رو داره میگه و به همین دلیل به نیروهای لات مذهبی یا لات مذهبی یعنی لومپنها ها متوسل شدن یعنی چاقوکشها و, و اوباش ها و لباس شخصی ها و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خیابانی حامیانشون اصلا دیگه جرأت نمیکنن کنن تظاهرات بذارن. کی میره نماز جمعشون به پرداخت حق و زحمه ارزا که این ساندیس چیه که چیه که بهش میگه من نمیدونم چیه از اونها باید بهشون بده یا غذا و به پول و فلان اینا حق و زحمه به لباس شخصی ها به تشکیل تجمعات اتوبوسی و پرهزینه باید پناه ببره بعد توضیح میده که عوامل این توانایی دولت چیه یک درآمد بالای نفت دو در برابر این آدمخوارا یک حرکت اجتماعی نجیب با حیا دوراندیش و خشونت پرهیز و رهبران به شدت اخلاقی وجود داره که واقعا دائم به صحبت از میشه که پرهیز از خشونت و واقعا نجیب و با حیا و به قول معروف به شدت اخلاقی در برابر این همه آدم خار. به نظر من اتفاقا نقطه قدرت جنبش در اینه که هم, اک... هم, خشونت پرهیزه ثابت شده که این برنده واقعی اینها هستن سه مدیران تأثیر گذار در, ش... مدیران تأثیر در شرایط گلخانه ای هستن همون چیزی که آقای حجتی کرمانی هم گفت که ساحل نشینانی هستند که نمیدونن طوفان داره میاد و موج داره میاد بعد حالا ایناش مربوط میشه به انتخابات آینده که من میخوام روی اینها و بعدش صحبتهای آقای خاتمی رو باز بکنم هنوز علائمی که حکایت از علاقه حکومت به برگزاری انتخابات غیر مهندسی شده کند مشاهده نمیشود علائم موجود نشان میدهد که حکومت حالا عزیزان دقت بکنید که کسی که خودش چیک و پوک این رژیم رو میشناسه داره توضیح میده که برنامه و نقشه و طرح حکومت چیه علائم موجود نشان میده که حکومت میخواهد بدون قبول سه شرط خاتمی که آزادی زندانیان سیاسی رفع موانع از حیات و سرزندگی جامعه مدنی و, انجام انتخابات پاک این سه تا شرط خاتمی هستند بدون پذیرش اینها با نشان دادن یک در باغ سبز به تعدادی از اصلاح طلبان کم خاصیت. یعنی چی؟ یعنی عرض که اصلاح طلبان بریده ما فقط چپ بریده نداریم اصلاح طلب بریده هم داریم همین آقای بیان که حالا حالا آدم میفهمه که یه دونه صدا به سیمای جمهوری اسلامی یه مقدار مناظره میخواست را بندازه که بعدش هم فقط یک جلسه گذاشت و برش دار همین آقای کواکبیانه که میشناختنش که از همه ضعیفتر و کمخاصیتتره اووردنش طرف, طرف طرفمون، اون هم نتونستن تعمل کنن قطعش کردن همین آقای کواکبیان رو اووردن و با نشان دادن در باغ سبز به تعدادی از اصلاح, اصلاح طلبان ادعا کند که میخواهد یک انتخابات سالم برگزار کند ولی نمیخواهد در این انتخابات اصلاح طلبان و سبزها چه به عنوان مشارکت مشارکت کننده و چه تحریم کننده برای اینکه آدم میتونه تحریم بکنه ولی تحریم فعال باشه و نه منفعل نقش مؤثر و تعیین کننده ای اینا بازی بکنن برنامهش اینه به بیان دیگر حکومت نمیخواهد یک انتخابات کثیف برگزار کند و دوباره هزینه های سنگین سنگینی به خود تحمیل کند ولی هنوز هم علائم انجام برگزاری یک انتخابات تمیز را به جامعه سیاسی ارسال نکرده است این نکتش بسیار مهمه بعد نتیجه گیری میکنه یک در جامعه سیاسی ایران تا کنون حکومت نشانه ای که حکایت از اراده برای برگزاری انتخابات غیر مهندسی شده بکن... شده بکند بروز نداده است نکته بسیار پر اهمیته که در این حال هنوز به طور کامل رد نمیکنه شرکت در انتخابات رو ولی میگه تا الانش هیچ کدوم از این شرایط برآورده نشده و ما میدونیم که اگه هر کدوم از این شرایط برآورده بشه تمام صحنه جامعه تمام جامعه واقعا عوض میشه و مردم منتظر اجرای هر کدوم از اینا آزادی مطبوعات آزادی تجمعات و انتخابات آزاد جنبش اجتماعی مردم و بعد اون وقت میگه که جنبش اجتماعی مردم هم نیروی خود را هزینه یک انتخابات تزیینی نخواهد کرد دو عملکرد جنبش اجتماعی در دو سال گذشته نشان داده است که این جریان بر مواضع خود در لزوم تقویت سازوکار مردم سالاری یعنی ایستادگی مدنی روش پایداری خواهد کرد و از هر فرصت قانونی برای پیشبرد مطالبات خود استفاده می کند و بدیهی است که از فرصت انتخاباتی هم به نفع روشنگری و گسترش آگاهی استفاده خواهد کرد اگر شرایط فراهم بشه که جامعه زیر و رو میشه واقعا شرکت خواهد کرد اگرم نکنه تحریم فعال میکنه یعنی از این برای بالا بردن آگاهی مردم استفاده خواهد کرد لذا شبه جنبش مردم در شهرهای بزرگ آرامش اقتدارگرایان را به هم خواهد زد علاوه بر اون شود که آقای خاتمی صحبتهایی داشته که به نظر من بسیار مهمه و به هر حال خوشحال کننده برای اینکه بخشی میتونن ایشون از همین جنبش باشن در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی شمال کشور ببینیم ایشون چی گفتن اخیرا بوده ما از سال 84 نباید در انتخابات شرکت میکردیم واقعا این حرف مهمیه متاسفانه این اشتباه ما بود این بار اگر, فرا، اگر شرایط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نمیکنیم. وی ای افزود این نظر شخصی من است و همه باید بدانه همه باید بعد از شور و رایزنی با هم تصمیم بگیریم که این هم یه دید دموکراتیکه. که میگه این نظر منه منه و بسیار نظر جالبیه ولی میگه بازم باید رایزنی و مشورت بکنیم با هم بعد جمله ای رو میگه که در حقیقت رد اون افتلبی از رهبره مگر میتوانیم از حقوق مردم بگذریم گیرم که تمام کسانی که در این حوادث کشته دادن بیاین بگویند از خون فرزندانمون گذشتیم اما مگر میتوان از حقوق حقه مردم گذشت دقیقا همینطوره و به همین دلیل که نسل جوان در برابر اون صحبت های قبلی ایشون ایستادن خیر نمیشه از حقوق حقه مردم گذشت زندانیان سیاسی حتما باید آزاد شوند فضای امنیتی باید باز شود انتخابات آزادانه برگزار شود مگر بعدش نکته ای رو میگه که این نکته تاریخیه مگر با آقای موسوی و کروبی قرار نگذاشتیم که سه شرط فوق را داشته باشیم و به آینده نگاه کنیم خودش گفته بود به آینده نگاه کنیم ولی در متن افتلبی از رهبر گفت به آینده نگاه کنیم و الان ایشون داره میگه که ما قرار گذاشتیم با آقای موسوی و کروبی که به حساب بدون انجام این شروط به هیچ وجه از حق مردم نمیگذری در این حال حرفهای من میتواند این جالبه به عنوان یک اتمام حجت تلقی شود داره اتمام حجت میده به رژیم هر چند به نظر نمیرسد گوش شنوایی وجود داشته باشد اما روزی تاریخ قضاوت خواهد کرد امید ما اینه که آقای خاتمی روی این حرفا بمونه تا زمانی که مجری و ناظر انتخابات مطمئن نباشد و هر دو از یک جریان باشند مطمئنا انتخاب سالم نیست اگر شرایط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نکنیم بنده نظرم این است که در صورت عدم تحقق شروطمان به هیچ وجه در انتخابات شرکت نکنیم و نمی توانیم آتش تنوری بشویم که نانش برای کس دیگری پخته شود پخته می شود این امکان بعدش اون وقت حالا عزیزان ببینن که باز به اصطلاح روی مواز بسیاری از مواز هست ایشون این امکان که تا انتخابات حوادث زیادی پیش بیاید یعنی فرزن بعضی از این شروط رو بپذیرن وجود هست, هست این امکان اما تا امروز هیچ نشان روشنی برای برگزاری انتخابات سالم دیده نمی شود بعد جمله ای رو میگه که بسیار جالبه به نظر من و من موقعی که این جمله رو خوندم احسنت گفتم به نسل جوان ایران احساسات بلند و خواسته های بزرگ جوانان قابل درک است داره پاسخ میده به اونهایی که اعتراض کردن به این صحبتاش و باید به آنان گفت که نباید معیوز شوم بعد میگه که من به اسلام اعتقاد دارم به جمهوری اسلامی اعتقاد دارم اما تعریفم از جمهوری اسلامی ظرفیش که همه ملت در آن بگنجد این چکیده نظرشه که میتونه تخیل گرایی باشه ولی این نظرشه که آیا واقعا همه در جمهوری اسلامی میتونن بگنجن بستگی به این داره که چه نوع جمهوری اسلامی بعد اون وقت حمله خودش رو متوجه رژیم میکنه ایران در حال از بین رفتن است سرمایه کشور را دارن از بین میبرن اقتصاد را نابود کردند آبروی ملت را برباد دادند برای اینکه این آقایان باشند این همه هزینه شد تازه دارن پی میبرن که این همه ملت ما هزینه دادن برای اینکه یک مشت آدم خاره مرتجع سواکی واقعا سر کار بمونن خون ریخته شد و زندان ها پر شد برای اینکه اینا سر کار بمونن بعد میگه که جنبش سبز یعنی جنبش آزادی و البته جنبش و البته آزادی انتخابات جنبش سبز عزیز و بزرگوار است دلمان از حسر آقایان موسوی و کروبی خون است امیدوارم شاهد رفع حسر ایشان و همسرانشان و البته آزادی تمام زندانیان سیاسی باشیم اما مطمئنا از خواستهای ملی و اساسی کوتاه نمی آییم سند یه سند تاریخیه بسیار پر اهمیته و به نظر من به جنبش جان تازه میده هم عمق میده هم گسترشش میده حالا عزیزان دقت بکنن که فقط این نیروهای اپوزیسیون نیستن و یا حتی درونی مثل آقای حجتی کرمانی که به این رژیم قاتل واقعا خوشدار میدن بلکه حتی مسلحی عزیزان ببینید وزیر اطلاعات در صحبتهایی که دیروز در نماز جمعه گفته چطور اونم به اصلا وحشت کرده در این, در در این حال که این همه هارتوپورت کرده امروز ایجاد شکاف و انشقاق داخلی و تنش های کاذبه کاذب کاذب به هیچ وجه کاذب نیستن اینا دل خوش میکنن امکان نداره این شکافی که در بالا به وجود اومده قابل ترمیم باشه قابل از بین رفتن باشه هر روز گسترش پیدا میکنه و هر روز شکاف بیشتر میشه امکان نداره یکی دیگری رو باید حسب بکنه حالا شاید به زور بذارن که احمدی نژاد تمام دو سالش تموم به سال چهار سال دو سال تموم بشه ولی چنان لطماتی هم وجودش در دولت لطمه به اینا میزنه هم برداشتنش یه خطر بزرگ برای رژیم به وجود یعنی در یه مخمسه واقعی گیر کردن به عنوان نقطه مشترک و توافق همه دشمنان نظام و حتی جریان فتنه قرار گرفته و آنان برای براندازی نظام توافق کردند و به شکلی بی و با دیگر نزدیک شدن حتی فردی که یک درجه با نظام زاویه داشته فکر میکنم هاشمی رفسنجانی رو داره میگه به این مجموعه پیوسته است و صفر تا صد دشمنان نظام اسلامی دور هم جمع شدن که نشان میدهد آبشخور تحرکات ضد نظام اسلامی یکیست که میخواد حالا دوباره به اسلام به چیز اینو نسبت بده وقت من تمام این بحث ها رو ما در شنبه آینده ادامه میدیم برای اینکه سه شنبه همینطور که عرض بر همین کردم برنامه نخواهیم داشت امیدوارم که عزیزان خ... کمک هاشون برسه برای اینکه سه شنبه رو هم بتونیم داشته باشیم و به ریشه ها بریم در این حال میخواستم عرض بکنم که این برنامه ها حالا در اون محیط دات گلشن دات کام اینا میاد و با حجم کم و قولی که به عزیزان داده بودم که من ایمیل میکنم چون وقت گیره اوز میخوام از اون عزیزان بنابراین خودشون میتونن دنبال برنامه ها در همون محیط دات, گلشن دات کام برن و برنامه ها صداش رو با حجم کم میتونن عزیزانی که در ایران هستن اونایی که در خارج هستن خیلی راحت میتونن به مردم برن و برنامه ها رو دنبال بکنن راسخ جان خیلی ممنونم از عزیزان تا شنبه آینده ساعت ده صبح به وقت اینجا خداحافظی میکنم روز و شب عزیزان خوش